نام خدا. حکایت مرد زاهدی که سراغ زن فاحشه رفت تا از او کام بگیرد. عابدی بود که همیشه سرگرم عبادت و بندگی و اطاعت حق بود. به قدری در عبادتش کوشا بود که شیطان هر کاری میکرد تا اون رو سست کنه نمیتونست. در نهایت شیطان نعره ای زد. بچه هایش اطرافش جمع شدند. گفتند تو را چه شده که فریاد میزنی؟ گفت از دست این عابد عاجز شدم. آیا شما راهی سراغ دارید؟ یکی از آنها گفت من او را وسوسه میکنم که به شهوت آید و زنا کند. شیطان گفت نه، فایده ای ندارد، زیرا میل به زن در او کشته شده. دیگری گفت از راه خوراکی های لذیذ او را میفریبم تا به حرامخواری و شراب کشیده شود و او را هلاک کنم. گفت این هم فایده ندارد، زیرا در اثر ریاضت چند سال شهوت خوراکی نیز در او کشته شده است. سومی گفت از راه عبادت، همان راهی که در آن الان به سر می برد. چون عبادت می کند اما آگاهانه نیست، می توانم او را گول بزنم. شیطان گفت آفرین، مگر از راه تقدس کاری کنی. بالاخره نتیجه این شورا این شد که خود همین شیطانک مأموریت پیدا کند. شیطانک به صورت جوانی به صومعه رفت و در زد. عابد آمد، در صومعه را باز کرد و دید یک جوان است. پرسید آقا چه می‌خواهی؟ شیطان گفت من جوان مسلمانی هستم، ولی متاسفانه پدر و مادر من بت پرست هستند. نمی‌گذارند من نماز و عبادت بکنم. شنیدم عابدی در اینجا مشغول عبادت است و صومعه دارد. گفتم بیایم نزد شما و بهتر به بندگی برسم. مگر شما نمی‌خواهید تمام مردم خداپرست شوند؟ یکی از آنها من هستم. عابد به ناچار راهش داد. آمد جلوی عابد ایستاد به نماز خواندن. آنقدر نماز خواند و خواند و خواند تا نزدیک غروب. عابد روزه‌دار بود. سفره کوچکی پهن کرد. به جوان تعارف کرد. جوان گفت نه نمیخورم. حالا دیر نمیشود. الله اکبر. ایستاد به نماز. عابد یک مقدار نان خشک خورد و دوباره به نماز ایستاد. و بعد خوابش گرفت. به جوان گفت بیا یک مقدار استراحت کن. جوان گفت نه. الله اکبر. و دوباره نماز بعدی را شروع کرد. عابد یک مقدار خوابید. نیمه های شب بیدار شد. دید این جوان بین زمین و آسمان نماز می خواند. عابد به خودش گفت عجب، عابدتر از من هم هست که به این مقام نماز رسیده و اصلا خسته نمی شود. این چه شوقیست، این چه نیرویست که خدا به این جوان داده که غذا نخورد و خواب نداشته باشد و دائم به عبادت مشغول باشد. بالاخره گفت بروم از او سوال کنم که چه کرده که به این مقام رسیده. شیطانک سرگرم بود و اصلا اعتنایی به عابد نمی کرد. سلام نماز را داد. فوراً به نماز بعدی سرگرم شد. تا بالاخره عابد او را قسم داد که فقط سوالی دارم، جواب مرا بده. شیطانک صبر کرد و عابد پرسید چه کردی که به این مقام رسیدی؟ شیطانک گفت من که به این مقام رسیدم به واسطه گناهی بود که مرتکب شدم و بعد هم توبه کردم و حالا هر وقت به یاد آن گناه میافتم توبه میکنم و در عباداتم قوی تر میشوم و صلاح تو رو هم در همین میبینم که بروی و با زنی نامحرم زنا کنی و بعد توبه نمایی تا به این مقام برسی. عابد گفت من چطور زنا کنم؟ اصلا راه این کار را نمی دانم و پول هم ندارم. شیطانک 2 درهم به او داد و نشانه محله فاحشه ای را در شهر به او داد. عابد از کوه پایین رفت و به شهر داخل شد. از مردم سراغ خانه فاحشه را گرفت. مردم گمان کردند که او می خواهد آن زن را ارشاد و راهنمایی کند. جایش را نشان دادند. وقتی که بر فاحشه وارد شد، پول خود را به او عرضه داشت و
و تقاضای حرام نمود. اینجا لطف خدا به یاری عابد می آید و به دل فاحشه می اندازد که او را هدایت کند. زن به سیمای عابد نگریست. دید زهد تقوا از آن می بارد. آمدنش به اینجا عادی نیست. از او پرسید چطور شد به اینجا آمدی؟ عابد گفت چه کار داری؟ تو پولت را بگیر و تسلیم من شو. زن گفت تا حقیقت را نگویی تسلیم تو نمی شوم. بالاخره عابد به ناچار جریان را گفت. زن گفت ای عابد، هرچند به ضرر من است و من الان به این پول نیاز دارم، ولی بدان این شیطان بوده که تو را به سوی من راه نمایی کرده. عابد گفت او به من قول داده که به مقام او برسم. زن گفت نه، چنین نیست که تو میگویی. ای عابد، از کجا معلوم که پس از زنا توفیق توبه پیدا کنی یا توبهت پذیرفته شود، و یا اگر یک وقت در حال زنا عزرائیل آمد و جانت را گرفت تو جواب خدا را چه خواهی داد؟ یا اینکه جمع از حرام بودی، فرصت غسل و توبه و انابه پیدا نکردی، جواب حق را چه خواهی داد؟ از آن گذشته، پارچه پاره نشده بهتر است یا پاره شده و دوخته و بسته کرده؟ این شیطان بوده که تو را فریبته است. عابد باز نپذیرفت. زن در آخر گفت من اینجا هستم، برای این شغل آماده‌ام. تو برگرد و اگر دیدی آن جوان همانجاست و همینطور سرگرم عبادت است، بیا من در خدمتم. سرانجام عابد قبول کرده و به صومعه برمیگردد. میبیند کسی نیست و میفهمد که این شیطان میخواسته او را در چه دامی بیاندازد. از کرده خود پشیمان و نادم گشته و توبه مینماید و به عبادت مشغول و به آن زن فاحشه دعا میکند. بعد از مدتی شب آخر عمر آن زن فاحشه رسید و از دنیا رفت. صبح به پیغمبر آن زمان وحی رسید که به تشییع جنازه او برود. وقتی که به در خانه زن می رسد، مردم می گویند ای پیغمبر خدا، برای چه به در خانه زن فاحشه آمده ای؟ می گوید برای تشییع جنازه زنی از اولیای حق آمدم. مردم می گویند او زن فاحشه بیش نبود. پیغمبر سرش را به سوی آسمان بلند می کند و می گوید خدایا، تو می گویی یکی از اولیای من مرده، تشییع جنازه اش کن. این مردم می گویند این زن فاحشه بوده، قضیه چیست؟ خطاب رسید ای پیغمبر، هم مردم راست می گویند و هم من، چون این زن تا چندی پیش فاحشه بوده، اما آن عابد را از گناه دور می کند. بعد از رفتن عابد در خانه را می بندد و پشت در می نشیند و کلاه خود را قاضی می کند و می گوید ای بدبخت بیچاره، تو به عابد گفتی شاید در حال زنا عزرائیل به سراغت آمد و تو توفیق توبه کردن پیدا نکنی. چه خاکی بر سرت خواهی ریخت؟ تو که خودت از او پست‌تر هستی و یک عمر دامنت کثیف و آلوده است. تو چرا توبه نمی کنی؟ شاید عزرائیل یک وقت به سراغ تو هم بیاید. با دامن آلوده جواب خدا را چه خواهی داد؟ از آن شب توبه کرد و از گناه برگشت و نادم و پشیمان گردید و با ما آشتی کرد و مشغول عبادت گردید. دوستان و همراهان عزیزم، از اینکه تا آخر ویدیو همراه من بودید از شما سپاسگزارم. اگر از ویدیو خوشتون اومده، لطفاً ویدیو رو لایک کنید و با کامنت‌های پرمهرتون به ما انرژی مثبت بدید و برای حمایت از ما کانال راوی قصه ها رو سابسکرایب کنید و زنگولش رو هم فعال کنید. خوشحال میشیم ما رو به دوستانتون معرفی کنید. همراهی شما همیشه باعث دلگرمی ماست.